بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده خوب تلویزیون اصلاح، سلام بر شما از برنامه بوی خوش روستا و این بار از روستای زیبای گلباف ها مربوط ولسوالی زیبای گذره در خدمت شما عزیزان هستیم. آمدیم در این قریه و در این روستای زیبا سرسبز و شاداب، میخواییم که برنامه زیبای بوی خوش روستا از این قریه تقدیم شما عزیزان نماییم و در جمع مهربانان و دوستان نهایت عزیز این قریه و اهالی قریه قرار داریم. میریم ادامه برنامه رو با هم میبینیم. بیننده عزیز، تابلویی که مشاهده میکنیم شرکت خصوصی تخمهای بذری و خدمات زراعتی است که با وجود ایجاد شدن همچو مراکزی و همچو کوپراتیف های برای بلند بردن سطح آگاهی دهقانان خیلی خوبه، برای بلند بردن سطح محصولات از اونها خوبه و در کل به نفع دهقان تمام میشه برای مارکتینگ محصولاتی که به دست میارن. و میریم داخل کوپراتیف ببینیم که چی داشته های دارن و با مسئولین این کوپراتیف صحبت های داشته باشیم. بیننده عزیز، در کنار جرباب صاحب هستم و ایشان مسئول این کوپراتیف هم هستند و خواستیم که بیشتر معلومات بدن که چی خدماتی دارن برای دهقانان و چی کارهای مفیدی برای دهقان انجام میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی عبدالقادر، مسئول شرکت تخمای بذری همبستگی قری گلبافا ولسوالی گذره. این در سال 1383 افتتاح شده، شروع به فعالیت کرده. همه سال ما از سال 83 به این طرف دیگه سال به هر سال تقریبا 30 تن. بالاخره به این سال ها به خاطر که تولید فروشات مارکتینگ اینو کمه، فعلا ما 10 تن 12 تن بیشتر تخم برای دیقانا توزیع نمی کنیم به خاطر که مارکتینگ نداریم. و در سال های 90 تقریبا 1200 تن ما تولید داشتیم، به این سال ها که هسته 400 تن بیشتر تولید نداریم. البته این توریه که همی گندم اصلاح شده بذری ما از تصدی دولتی گندم فاید نشانه میگیریم، ایر باید به قیمت مناسب تر برای دیغان توزیع میکنیم به طور قرضه. ایر برای دیغان که دادیم، حتی ترکتور هم ما به اختیار از او میگذاریم که او همی زمین خود توسط ترکتور ایر قلبه میکنه. حتی به چندین بار تصدی از طرف ریاست زراعت دیگه از شرکت از سابق کو اف ای بود، فعلا بانک جهانی، از اینا همراه ما همکار اینا به سر قطعات گندم میروم، گندم رو دیدن میکنم. وقتی که گندم رو دیدم، اگر همین گندم دیدم که به حساب خالصیت و کیفیت و به حساب برابر بود، بعد از اون همین قبول میشه و باز ما همین گندم رو از دیقان به وقتی که جمع کردیم تریشر ری میکنیم، اور میده میکنه گندم از دور به توسط موتر بری از دیقان بوجی میدین، توسط موتر اور میاریم به شرکت میاریم. به شرکت که آوردیم باز اور از بازار 20% بلندتر، به این سال امسال 10% بلندتر از بازار میخریم. اینا رو به ماشین باز اینجا پاککاری میکنیم. اینا که پاک شد بعد از این لات بندی میشه، 200 بوجی یک لات میگیم ما. ای باز از طرف لابراتوار اینا از ریاست زراعت اینا میان بازی سمپل میگیرم، سمپل از زیر باز به لابراتوار اینجا میبرم و جرم نشان و خالصیت کیفیت تمام کار به سر از اجرا میشه. وقتی که ای دیدم که می تخم صحیحه، ایر بری از ای یک کارت میدن به سر بوجی دخته میشه، یک ورقی هم سرتیفیکیت میدم به 200 تن که یک لات، یعنی میر قاب او وقت اجازه فروش از دور ما داریم. میتونه که با تمی گندم یا به وزارت زراعت یا به مؤسسات خارجی یا برای دیقانا ما او بفروشیم. خب جرباب صاحب، کار شما زیادتر اینه که پول ارتباطی بین ریاست زراعت و دیقانا هستیم. اول تر از همه که جای داره که ما از مؤسسه افیو ما یک جان تشکر کنیم. ابتدا همین در سال 1383 مؤسسه افیو این کار برای ما چه کرده، این ماشین گندم پکی که شما میبینیم یعنی این افیو برای ما داده، همراه یک دانه ترکتور و تریشر برای ما داده. خب بالاخره دو سال میشه که افیو دیگه لغو شده که او از کار فعلا نمیکنه. دیگه ما فعلا به سرپای خود تقریبا سرپای خود استادیم که ما همون کارهایی که سابق وقت افیو میکردیم حال تقریبا همون کارها رو ما خود ما انجام میدیم. از هر نگاهی که به حساب همون کارهایی که برای ما نشان دادم، برای ما یاد دادم، دیگه ما به حساب ورکشاپ های اشتراک کردیم، حال خوب صحیح به این کار آزمیده شدیم.
کار را یاد گرفتین و خود شما پیش میبرین؟ پیش میبریم، بله بله. به نفع دهقان هم گفتین که ما محصول از او در از نرخ بازار 10% یا 20% گرانتر خریدار میکنیم. امیتنه بله. البته سابق که بود گندمای محلی بود، از یک جریب زمین خیلی که حاصل می 90 من الی 100 من گندم حاصل میگرفتیم. حال که هسته سنیم خروار 4 خروار از فی جریب ما حاصل میگیریم. ای خیلی به حساب برای دهقان منفعت خیلی خوبی شده. دهقان ما دو فایده کرد، یکی که گندم گرانتر به بازار عرضه میشه محصولی، و یکی که محصول زیادتر به دست میاره. محصول گندم با کیفیتی، گندم اصلاح شده که به دسترس دهقان گلیشه میشه، حتی کودر ما برای از اینا به طور قرضه توزیع میکنه. تشکر بیننده عزیز. با مسئول کسی که دستکار روشن میکنه میشه صحبتی داریم با ایشان، ببینیم که در کدوم موقعیت قرار دارن. کاوی جان سلام علیکم. میشه از معلومات درباره از این دستگاه گندم پاکی داشته باشین؟ معلومیت که برای پاککاری اگه بسیاری زایات میگیره تخم اصلاح شده بسیار پاک میکنه کشه دیگه. از تقریبا چند طول میکشه که یک بوجی گندم داخل از ایبر زیمه پاک کنه؟ ای به ساعت یک تون پاک میکنه، به ساعت 20 بوجی که یک تون میشه پاک میکنه. به یک ساعت یک تون گندم پاک میکنه. میشه موقعیت های نشان بدین که از کجا گندم ریخته میشه، از کجا برداشته میشه گندم؟ گندم ناپاک از اینجا رفته میشه، از این قسمت گندم ریخته میشه. گندم ناپاک از این قسمت ریخته میشه، میره بالا و زی بالا بر میره. بعد از اون میایه به روی از چقیل و قلبی را میایه. به این قسمت ها یک همین زایات سبوکی که باشه میکشه بالا میکشه، و دیگه از این هم زایات میایه، از این کم زایات میایه، از این هم زایات میایه. اگه قلقلک و اینا از اینجا میایه. بله. گندم پاک از این قسمت میایه. باز میه همین تا بالا میه، از این قسمت میه اینجا یک دونه جو در هم که داشته باشه، از این چیز از این سلندر میگیره، گندم پاک از این قسمت میه. تقریبا یک راه طولانی تیمه رایل میکنه و گندم پاک میه بیرون. بله کلن گندم اصلاح شده از اینجا قسمت میه. تمام تخم علف، اصلاح آمین، تخم علف، خاک، هر چی که داره پاک میگیره. داره میگیره پاک میگیره. ای اگی ترکید کنم دیوان گردون، آی عزیزانه میشه و مجنون بر ویران گردون، نازنینم با ای بگیرم کچ کلو رسمی فقیری، جانه سوشون بردری هر خانه گردم وای. ای دیل بری من، دیل بری من، جانه به تاریگه شوید بستی دل من وای. ای نمیدانم کی ایرانم کی کرده، آی عزیزان ای بروی تب بریانم کی کرده، جانی محبوب ای. خب بیننده عزیز، در قریه زیبای گلباف ها هستیم، مربوط ولسوالی زیبای گذره، و در کنار یک تن از دهقانان این قریه که ایشان چای تقریبا عمیقی هم دارن که آب میکشن از زمین و برای آبیاری زمین ها. میشه اول خود معرفی کنیم؟ نام شراقای اکی قریه در مردم گلباف ها. شراقا جان، چار چند متر عمق کنیم که اینقدر آب بیرون میشه؟ این تقریبا 4 متر. بله ای 4 متر بول فاضینه، 3 در 3 4 متر طول از اینه. 4 متر بکندن و اینقدر آب بیرون میشه، تقریبا چقدر این ماشین روشن باشه می انداز آب بیرون کنی چه خوش میشه؟ ای اصلا خوش نمیشه، 10 ساعت 12 ساعت که بشه بازم خوش نمیشه. بیننده عزیز، به خاطر که موقعیت قریه گلباف ها در
زیر رود هست و چشمه خزه چشمه ساره و او خاطر هرچی که این چاه ها روشن باشه آبر خوش نمیکنه، درسته؟ ولی این آبر توسط ماشین که میکشین مربوط به تنها به زمین ها خود خود استفاده میکنی یا به زمین های همسایه ها هم توزیع میکنی؟ تنها به زمین ها خود خود مصرف میکنی. خود شما چند جریب زمین داریم؟ تقریبا 11 جریب زمین به سایه داریم ما. کفایت میکنه موجودیت چاه؟ اضافه هم میکنه. اگر کسی از همسایه ها خواسته باشه برای از اینا؟ ضروریات داشته باشه برای از اینا ساعتی نیم ساعتی بیشتر کمتر میدیم برین ولی رایگان میدیم یا پول میگیریم؟ پول میگیریم اندازه همی تیلی که مصرف میکنیم و از اندازه همی میگیریم. بعضی از روستاها و غریجات ما دیدیم که توسط برق آفتابی یا موسولر آور میکشن از چاه، شما چرا از او استفاده نمیکنیم؟ فعلا برای ما زمین مساعد نشد. اگر ما از اون سابق که بود اگر جنراتور بیده و جنراتور دیزلی بیده از اون استفاده میکردیم، ولی سولار شده و اگر پکفتار شده منتا تا ولی ما با قصیه دیگه هم نشده منتا ما هم بس قصیه دیگه هم میشین که مصرف کم تر تر. ولی خود شما در 11 جریب زمینی که داریم از محصولاتی که امسال برداشت کردین چقدر رسید؟ ما تقریبا 12 خروردنم کشیدیم از اینو. شفتال داریم و سبز داریم در زمین بانجان و بنجوری میده چیز هم داریم. حاصل از این آخر سال معلوم میشه که چقدر میشه. راضی هستیم تقریبا؟ الحمدلله ها شکر ها. خود ما زحمت اینا رو میکشیم و مسئولی دور میداریم کسی خود ما میره بگه چی میداریم. بیننده گرامی، دست دهقان واقعا که دست مهربانیه، دست که قابل بوسیدنه، به خاطر که از این دست های که بسیار زحمت میکشن نان زیبایی رو دست میارن برای ما و شما و خود از اینا نوشیجان میکنن. تشکر میکنم از اینکه با ما هم صحبت شدین و موفق باشین. بیننده گرامی، در داخل زمینی هستیم که کشت شده که اسم از اون رو بلد نیم و در کنار دهقان هستیم که این زمین کشت کرده و میخواییم که خود رو معرفی کنن و بعد نام از این محصول رو بگن و با صحبت داریم ایشون. اولتر از همه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تلویزیون اسلام و خدمت جرباز صاحب و دیگه برادرای که اینجا هستم. درباره از این کشت که شما میگیم، این کشت به نام توگی گفته میشه. این ای توگیه بیننده عزیز، این برای چی کشت کردین؟ محصول از این به چی درد میخوره؟ این توگی که هست برای همین چوغکای مثل کنری و همین دیگه حیوانات هایی که هسته و چیزی هم مقداری هم به خارج میره از اینا. استفاده مرغ های زینتی میشه؟ بله. از زمینی که کش کردین تقریبا در حدود چقدر زمین شما؟ این تقریبا در حدود یک جریب زمین میشه. از یک جریب زمین چقدر از این محصول برداشت میکنین؟ از یک جریب زمین در حضور دو خروار، دو نیم خروار تا سه خروار جواب میده به حساب. محصولی که از این برداشت میکنه نسبت به بادنجان یا فلفل اینا بهتر قیمت ازی بیشتر میشه؟ نه، از اونا که بیتره، چون که اینا کشتی هسته که به گندمزارا میشه، فلفل و بانجون اینا که هسته اونا کشت وقتیه، اینا جاگزیر گندمزارا هایی که ما میکاریم. از دگه کشتی که ماش و کنجت و ارزان هسته اینا خیلی خوب بیتره. یعنی شما یک تیرر به دونشون زدین، گندم از داخل ازی برداشت کردین بازیر کردین؟ بله، یک کشت دیومی از اینه. چند وقت دیگه توگی ها به دست میای و روانه بازار میشه؟ تقریبا شاید که 20 روز الی یا 15 روز بعد دیگه به خیر خوشی اینا رو ما آماده میکنیم و آماده بازار میشه که بفروشیم. این که به دست منه، این از یک دونه از این توگی ها به دست اومده، درسته؟ بله. این دیگه هم شاخه فکر میکنم داره. بیننده گرامی، فکر میکنم یک و سه چهار پنج شش دانه، شش هفت دانه داره. بیننده گرامی، یک دانه از این توگی ها رو به زمین انداخته شده، هفت تا نزی به دست آمده. چی رقم میبینین؟ چند خروار از این سه خروار که گفتین ای که حالا ما میبینیم باید بیشتر محصول بده به شما؟ دیگه ای تا کاری هست که ما به هر جریبی 6 کیلو تخم میکنیم، بفهمدین؟ امی 6 کیلو تخم از این سه خروار جواب میده. از 6 کیلو یعنی یک من نیم. بله، شما به زمین پاش میدین سه خروار برداشت میکنه. برداشت میکنه. بله. مثلا دهقانی چند وی جواب میده؟ به حساب دهقانی که گرامی از وی بلندتر رفته. هر جا که فکر کنیم زیاد جواب میده. موفق باشین ان شاء الله. اگر کشت خوبی محصولات ادامه بدین، زیادتر کشت بکنیم
بیشتر برداشت بکنین. و صحبت اخیری اگر داشته باشین در باره که از ریاست زراعت هم برای کشتکار شما توجه های بشد یا نه؟ از ریاست زراعت هم بله توجهات که میشه، چون خود اینجا ما با ده خود شرکت داریم یا ارباب صاحبه، هر ضرورتی که داشته باشیم اینا ضرورت ما رفع میکنم، مشکل ما رو به حساب رفع میشه. بیننده گرامی، در فضای سبز و صحرای قریه زیبای گلبافه هستم و در کنار اجرباب صاحب و موضوعاتی که مانده بود با اجرباب صاحب میخوایم که مطرح کنم. اجرباب صاحب، چی نوع زمین زراعتی داریم شما؟ ببخشین که ما به این قریه اول از آب صحبت کنم. ما از بلوک گذرم آب میگیریم، از بلوک تیزون هم آب میگیریم، از بلوک دینه هم آب میگیریم. دیگه دو بند مستقل هم داریم که یک بند کنار پول مالانه، یکی هم زیر بند دینه وسته میشه، دو بند مستقله. و کلن تعداد جریبی تقریبا 3500 3000 3500 جریب زمین داریم ما به قریه. دیگه اینا کلن همه زمین های آبیه که ما اینا رو کش میکنیم، زمین های زراعتی آبیه. دیگه به حاصلات، انواع حاصلات سبزیجات ما اینجا بانجان سیاه، بانجان رومی، دیگه فلفل، خیال، بادرنگ، کدو، انواع سبزیجات کش میکنیم. دیگه همچنین گندم و جو و جواری و هم سایبین و اینا هم همچنین هستند. در قریه شما باغداری وجود نداره؟ باغداری هم چرا، انگوری کمه، خیلی کمه. انگوری منظور باغ انگوری کمه، زیادتر باغچه های باغای میوه، درخت آلو، سیب، زردالو و غیره میوه‌جاته. خب تشکر جرباب صاحب، گفتین در حدود 4000 جریب زمین دارین قریه شما. کل این زمین ها تحت پوشش و کشت زراعت دهقانانه، درسته؟ فقط اینا کلن تحت کشته. از وقتی که گندم کشت میکنه یک حصه از اینا گندم کشت میشه، بعد از اینکه گندم باز حاصل برداشته شد، باز مانند زردک، هندوانه و دیگه شلغم و اسپاناج و غیره سبزیجات کشت میشه. دیگه زمینایی که باز بانجون و دیگه و دیگه اینا باز گندم نمیشه، پیشتر از او حساب سال پیشتر و گندم، بعد از او باز به سبزیجات اینا نگاه میداره. با این همه آب که قریه شما داره و زمین زراعتی که شما قریه شما داره، آیا تا حال از ریاست های زراعت، گرچه مشکلی در زمین فلفل یکی از دهقان ها هم بودک، آیا توجهی شده برای کار کرده بهتر دهقان ها قریه شما؟ ببخشیم کمی سبزیجات که مانند این فلفل کنه میبینیم انواع مرض به اینا پیدا شده، خیلی زحمت های دیقین اینا بیهوده ها، در وقتی که اینا حاصل از اینا به دست میانه این مرض پیدا میشه، این از بین میبره، به ریاست زراعت ما برفتیم. منتها تا به حال ند موفق نشده که همین مرض اینا از بین ببرم، حتی خارجی هم بیامد به اینا رو بدید، منتها بازم تا حال موفق نشده که این مرض از بین بره.
خب به امید از اینکه توجهات زیادتر بشه و انشالله از این مشکلات دهقانان عزیز ما نجات پیدا کنند. خب جناب صاحب، از بحث قریه که بیرون بشین و یک سوال از شما داشته باشم که خود شما چند سال میشه ارباب قریه؟ ببخشین که ما از ابتدا خدا بیان از پیر ما ارباب بیده، باز وقتی که روسا شوروی سابق که اینجا به افغانستان اشغال کرد، بعد از او توسط شوروی ها خدا بیان از پیر ما شهید شد و بعد از او باز مهاجرت شد و از ایران کامانه پس این مردم آمدن، باز مر به جای از او هنوز سند من کم بود استاد کردم تا به حال که ریش ما سفید شد و بازم هستم. یعنی میرسی به شما رسیده؟ میرسی به ما رسیده. ارباب صاحب، ارباب بودن یا اربابی کردن چی خوبی ها داره؟ ولی اگرچه این نام ارباب نام خوبی نیه، منتها یه خوبی همینه که کسی خدمت بکنه، همین خوبی هسته. اگر خدمت نکرد همین نام ارباب خوب نیه. تشکر. در اخیر ارباب صاحب، خواسته شما از دولت مطرح کنید چی هست؟ خواسته های ما خود زیاده، ما باز هم یک خواسته کمی ما ایر داریم که زیادتر در بخش امنیت کوشش بشه، دیگه در بخش زراعت برای دیقانا همچنین بابت تخم اصلاح شده یا کود ادویجات زراعتی با کیفیت به اینا توجه بشه، دیگه زیادتر می حاصل دیاقین مارکت پیدا بشه، سردخانه ها جور بشه. دیگه ما تقاضای ما همینه که برای همین مردم بیچاره می سرک که شما آماده می خونه های مسکونی به طرف جنوب سرک واقعه، فقط کلا نمی گرد و خاک توسط رفت آمد موترها و وسایل حمل و نقل گرد و خاک ای باد هم که می بینین که بادای 120 روز فقط همین زمین هم میکنه گرد و خاک می زنه به خونه های مردم، اکثر این مردم نفس تنگی و اینا پیدا شده و تبرکلوزی چیزا همه توسط همین گرد و خاک سرک. همین تقاضای ما دولت همینه که انشالله همین سرک هم اسفالت بشه، دیگه زیادتر تقاضا نمیکنه که باد نمیرسه برای ما. موفق باشین. تشکر از شما. تشکر از شما که زحمت کشیدین. بیننده گرامی، از دست کارگردان محترم برنامه، از بس که راه میریم دیگه از خستگی به اصطلاح عامیانه بگم هلاک میشین. خب در کنار دهقان عزیز هستیم که در اینجا مشغول آبیاری زمین ها هستن و میخوایم که ابتدا خود معرفی کنن و بعد در روی کشت و کار کیشان دارن صحبت کنیم. اسم من نورحمد فرزند مولاداد امت از ولسوالی گذره قریه گلوفا. ماما نورحمد، این باغچه که شما دارین چند جریبه؟ این باغچه ما واسه 10 جریبه. خود شما تنهایی کشت میکنین؟ نه، خود ما کشت میکنم. بله. چند نوع کشت داخل این باغچه همین فعلا هست؟ همین فعلا به حساب ماش داریم، دیگه توگی داریم، پیاز داریم، سبزی کشتیم به حساب از لوبیا سبز داریم، سبز داریم، کنجد هم داریم و افتوگردش هم داریم، یک پلم پخته داریم مثلا. خب اگر همین چند کشت که شما نام بردین، اگه اینا کلا یک کشت بکارین مفاد بهتر به دست شما نمیای؟ دیگه این دیقان به دیقان که هست بعد عطار وی باشه، هر چی بعد داشته باشه فهمیدین. والا دیقان هر چی بعد داشته باشه، مثل دکاندار هر چیزی به دکان نه شما هم بعد داشته باشه. بله، بعد داشته باشیم. بیننده گرامی، این طرف هم گل زمین، این طرف هم گل، ما باید جلو دنبال رو پلاش رو بریم. در باره زمین پیاز گفتین، میشه بگین که چند زمین پیاز شما؟ یک دونگه مثلا. چقدر مسئول برداشت خواهیم کرد؟ 4 خروار پیاز رو میداریم. 4 خروار؟ خوش باشه بعضی بوده. یعنی تقریبا برداشت خوبی هست دیگه. بله، پیاز خیلی برداشت خوبی داره. در حدود این 4 خرباره که برداشت میکنین، این برای فروش به شهر انتقال میدین یا برای مصرف خود رو تقریبا نگه میدارین؟ دیگه به چی برای خود خونه کار میدین، دیگه به فروش شهر هم میدین. بیننده گرامی، دهقانان عزیز که هستن، به خصوص پیاز، دیگه گندم که سر جای خود داره، پیاز و بعضی دیگه بعضی از کدوها و دیگه حتی بعضی ها انار در بعضی قریه جات نگهداری میکنن، در طول سال از او استفاده میکنن. بله، شما هم این کارا رو دیگه انجام میدین؟ بله، واو دیگه واو دیگه. در بعضی جا دیدین که پیاز رو مثلا نگه میدارن، میشه این روش رو اگر شما بلد باشین میگین که بعضی از بیننده عزیز ایراد بگیرن، پیاز که نگه میدارن به اصطلاح سبز میشه، او از کار میفته، او چیکار کنن که او سبز نشه؟ دیگه این پیاز که ما اصلا به حساب میکنیم وقت کندن اینو که باشه با آخر بوجه سرطان فهمیدین، این میر میکنیم باز این که میکنیم به حساب در یک هفته به هفته داریم فهمیدین، این به هفته بعد میکنه بعد زیر میرزیم به خونه، خونه هم بعد به حساب با این بالخونه باشه،
یه خوردی هوا داشته باشه، این زار بسته نباشه، اگر بسته کنه بسیار رطوبت میکنه، خود به خود سوز میکنه و بعد بوی هوا بخونه بره. بیننده گرامی، امیدوارم که یاد گرفته باشیم. من هم تکرار میکنم که بعد از اینکه خریداری میکنیم در حدود 10 روز در آفتاب نگه داریم، بعد از این در بالاخانه یا طبق دوم اور بگذاریم که خراب نشه و کمی هم هوا داشته باشه که اگر هوا قید بشه رطوبت میکنه و پیاز سبز میشه. تخم پیاز چی رقم میگیرین شما؟ تخم پیاز دیگه به ما خود ما که اصلا بیا نورو بسای پیاز که میکنیم با از پیاز های که تو کلون بسا سر تیرا بزر میکنیم این یا تخم یا نفسه تخمین 20 درز میشه که ما بکنیم تخم یا انا بعد اینا باز لد میکنیم و اصلا برای کشتن خود از محصول پیاز خود تخم یا برای شما قیمت بیشتر یا مفاد بیشتر داره اگر به دست بیارین یا خود پیاز؟ دیگه این زکا از این زمین ها ما هست ما اینا بیه بسا دشتینیه اینا برای ما این پیازی که ما بکاریم بفروشیم به بازار این بیتر از اینکه تخم باشه. با او دیوهایی که بسیار زمین ملک بسیار دارن اونو باز پیاز تخمی بزر میکنن اینو کش میکنن. چاموتوری که در زمین سر زمین کندین و برای آبیاری زمین ها استفاده میکنین تقریبا چقدر هزینه برداشته و در بعضی غیر جا دیگه پیشتر ما یک از دوستا صحبت کردین از این چاهای سولری استفاده میکنن، شما چرا از اون استفاده نکردین؟ دیگه والا همی ایو بروه ما تخمین این چاه 6 متری تازه نکردین این بشین چوارین که ولی زیمه چلا دیگه اصلا یه جواب میده اصلا خوش نمیشه دیگه برای سولار نگشتین فعلا این تخمین 10-12 سال میشه که من چور بکنم از این ماشین های ایندی هم بخیردم خود چو و ماشین هم 250 را اون لکای جلوی بسا مصرف ازش شد فعلا دیگه میتونه تا لک 10 برابر از او مصرف آید از او به دست آورد. بله انشاءالله. در این هوای دلانگیز، در این تقریبا رسیدن چاشت، در این داخل آبها چی کار میکردن شما اینجا؟ ما جلویتر از هم، اولتر از هم باید تشکر کنم تلویزیون اصلاح. بسیار یک تلویزیون خوب و پسندیده است و ما هم از این رضایت داریم. نیومنده ما دیگونه هم سرا کار و کشاورزی میکنیم، اوگداری میکنیم، بار سبزیجات میچینیم، شهر میبونیم. این وظیفه ما همینه. بیننده گرامی، این آب واقعا سرده، یعنی پام حالت بیسی برخو گرفته داخل از آب هسته. شما که دائم زمستان و تابستان زمین ها را آبیاری میکنین و مجبورین که مثلا کفش را از پا بکشین و بی حالتی که من نشستیم شما ایستاده بیل آمده است، آیا احساس خستگی به شما رخ نمیده؟ ایده چیزی هست که ما به می طبیعت ما به می عادت کرده بفهمیدیم. اگر زمستان هم اوه یه خکرم هست ما تا میشیم منتها تاثیر برای ما نمیکنه. در تابستان اگر چه اوه گرمه ما با سر و کار میکنیم ما تاثیر نمیکنه. کار و وظیفه شما نه دیگه عادت کردیم بزن. بله او دیگه ما آماده شدیم سعی کنیم دستو ما تا دستا شما سعی کنیم چقدر فرق میکنه. واسه که قبلا هم گفتم ما یکی دیگه از اجای دهقان ما صحبت میکردین واقعا که دست دهقان بوسیدنی است. زحمت میکشین و فکر میکنم اگر همین دهقانی در کشور ما نبود سالها پیش ما از بین میرفتیم. فقط به خاطر می دهقانی است که ما هنوز ماندیم. امروز روز جمعه هم هست، چی کاری انجام دادیم در داخل صحرا اومدیم؟ ما از اول که صبح نماز صبح خدا را قبول کنه و جماعت خوندیم بعد از رفتیم میدان بار همی فلفل شیرین دلمک به حساب که میگم فلفل تند سویزی لوبی سبز فاصله به حساب مردم شهر میگم اینو بردیم میدان بار فروختیم. بعد از اومدیم باز همینج آبیاری میکنیم این زمینا و سو میکنه به حساب زرد کشته داریم فلفل و بونجی اینا که هست باز اینا رو او میدیم و سو میکنیم و شوره میدیم وظیفه ما اینه. خب چند پول گرفتیم امروز؟ خوبه امروز تقریبا 2000 بگرفتم. 2000 افغانی.
سرمایه داریم دیگه امروز. بله امروز 2000 افغانی سرمایه مونتا به 2000 میگیریم، 1000 ولی کد بگارم بدم خود من امروز خدا شاید 800 و 980 ولی یک کیسه کد دادم دیگه سه کن چند برای من میمونه. به هر حال فکر میکنم از کشت زراعت و دهقانی که هست از اینکه رنج مثلا زحمت فیزیکی زیاد داره، اما از نظر روحی و روانی و به اصطلاح اینا خیلی شما راحتیم دیگه، تشویش از این ندارین که فلان جنس با نیامد مثلا دلار گران شد چی ارزان شد، این تشویش ها شما ندارین. ما مردم کارگر که هست همین روز که کار میکنیم بفهمیدیم قصه همو کار کنیم که لغمه نونه الار به حساب پیدا کنیم و خودی چیچی پیش بخوریم، شب کمیش راحت میخوابیم بفهمیدیم دیگه، قصه نمیخوریم که دلار تا آمد یا تمام بالا رفت یا چکار شد مشکل دیگه مونه، فقط مشکل با همینه که سرم میان کار میکنه کمه که خسته بشیم. بله خسته گیرم که با خواب شب رفت میکنه بشه. بله جالب بیننده گرامی، بخصوص عزیزای روستایی، من بارها گفتم بسیار راحت زندگی میکنن در این فضا. شما میبینین وقتی که نشسته لحظه بشین کلگی خستگی رفع میشه، گرچه برای عزیزای روستایی ما مثلا تکراری هست، اما باز هم امو نشاط و امو خوبی ها و خوبی های خورداره و باز گذشت فصل ها زمستان تابستان بهار هر کدام از خود خوبی های داره. امسال از کدام محصول خود گندم و جو و اینا که کشتین رزیم بیشتر برداشت کردیم؟ همه و غریه ما که هست بسیار به همه گندم و سبزیجات به زیاد ما کش میکنیم، شکر فضل خدا از گندم که بخول خوب بود 100% ما رزیم از گندم خوب، از سبزیجات هم به حساب همه فلفل که ما میکنیم خیلی دیمو نتیجه خوب میده، منطقی که به حساب آب و هوا نمیفهم تاثیر کرده یا دیگه چیز همی که جلنگا فلفل ما خوش میشه که ما خساره باشده بلاخره رزیم از کشت خوب. الحمدلله امیدواریم که ما با یکی از دهقانا در مزرعه فلفل بودیم، امیدواریم که این مشکل رفع بشه و این مرض رو پیدا کنیم. بشیر احمد جان خود شما از مالداری هم داریم؟ بله. چند رس گاو دارین؟ چند تا گوسفند دارین؟ ما به حساب 6 رس گاو داریم، 3 رس هم به حساب گوسفند داریم، واسه خدا نگه قبول کنه توفیق بده قربانی کنیم لندی کنیم. بله بیننده عزیز، در کنار جوان دهقانی هستم که ایشان مصروف دهقانی هستند در قریه زیبای گلوفا، اما با وجود ای که معلولیت هم دارند و این نشان میده که معمولیت نشان افتادگی نیست، اما به هر حال باید کار کرد و این جوان رشید ما با همون معلولیت مشغول کاروبار هستند. برادر عزیز میشه خور معرفی کنیم صدا؟ بنا خداوند بخشایدنه بروان عبدالمجید ولد مواجم خان از قریه گلوفا و لسوری گذره میباشم. شما چی کار میکنین؟ این فلفل ها داخل بوجی میکنین به شهر انتقال میدیم؟ چی را؟ ما این فلفل ها از زمین میچینیم و داخل بوجی میکنیم به شهر انتقال میدیم، میبریم اونجا تا زندگی ما به خوبی و خوشحالی به شغله. با این اصلا میایند به صحرا مشکلی برای شما ایجاد نمیشه؟ میایند دیگه چون نیروی جوان شما قویه دیگه. نیروی جوان ما زندگی بیترین نعمت شیرینی، اگر ما قرار باشه که پا ما قطع شده باشه به خونه بشینیم او کار خوبی نیه، باید توانا بود در که دانا بود، باید به اون مقدار کاری که دست ما به خدمت به واسطه زندگی خود خوب بکنه. میشه بگین که معلولیت را از کی دارن و چی باعث شده؟ معلولیت امسال زمستان که بیا 3 سال میشه که این کار باشه. دلیلی و چی بوده؟ دلیل حادثه ترافیکی شده. به خاطر حادثه ترافیکی پار از دست دادین؟ بله. فکر میکنم بر روحی شما هیچ مشکلی پیش نیامده و همچنان جوان هستیم و کار خواهیم کرد. بله همون روی ما پیش نمواد، همون کاری که از دست ما همون وقتا میاد، چون بعضی کارهای هست که نمیاد، همون کاری که از دست ما میاد ما همون کارا به خوبی به شیرینی مقبولی هم همسایه ها میمیرن به شب و روز نداره ما اینجا انجام بدیم. بیننده گرامی، در برنامه های قبلی بارها گفتم که وقتی که پارچه های دهقان بلند بود بفهم که در حال آبداری کردنه، امروز ثابت ساختیم با شما که این برادر ما در حال آبداری کردن داخل جوی پارچه هم به سال آمنه بالا کشیده و بیل به دست از آب مواظبت میکنه که بر نره.
اول خو مونده نباشین. زنده باشه مونده باشین. خو متیار هستین. میشه خود معرفی کنین. واسه ما گل آقا چمولونا گلی گل بافا. گل آقا جان از ساعت چند اومده به ودری؟ یعنی ده 15 دقیقه میشه ولی گرفتیم ولی ها. امی چهار روشن کردیم و آب دارین. روشن کردیم ارزان ما میودین. خب. علی ها. تقریبا چند ساعت تو چا باید روشن باشه که زمینی که شما دارین آبیاری شه؟ یک ساعت و 10 دقیقه 120 دقیقه این زمین آبیاری میشه. او میخواد با ماشین خاموش کنه. گل آقا جان به این حالت شما با داخل جویم آیا از این حشرات موزی عراس نداره مثل ما خود آنجا ما رو ببینیم بل مزنیم اگذانی که برای پیش ما بقید آموغ زده رو کور ببینی این تفایی کنم با ما هر منطقه همه رو برای دیمه ده تور بگیریم تور نزنیم همیلی نمیده بیننده گرامی احالی روستاها سر چیش اینا پر از دیدن حشرات خزنده های موزی مثل عقرب و عقرب و هر چیزی بگیریم و بیر پیش ما نمیره تا حالا شده که خود شما عقرب گزیده باشه ما خود ما بخونه شیش رو ندنیم پام جیزه اگر این عقرب رو پام پس ما دست من هم بزن او رو بکشم آخری درد احساس نگردیم یعنی مره در پومزاده که در خونس همون شمیم اون بود اگر دست من کنه در جا خوب شو ولی بعد تاثیر میگو ولی بعد نمیکنه بله شما اگر فکر میکنید اغلب شما به گزه خود از بین خواهد بله ها بیننده گرامی در قریجات بخصوص در قریجات که زیادتر آب هست مارها زیادتر در اون حیات دارن در قریج شما امی سر چو ساعت 12 بیان یار از اینجا تو اونجا بری شاید 10 تومن بجلو تو خوره اینو میگم بزن زیادتر مارهای عادیه دیگه مارا شوتیریه بله مارا شوتیریه مارای ترسنده که نیه که ما برنامه نیم کاله بگذاریم فرار کنیم هسته اما این تو بچه های هسته چاشم دو تو مار جفتی هسته سر میدیم بالاتر از سر دین مونه این تو بچه های بچه های چاش بکلی نمیشه امی آدم ها کلانه ببینه بازم میجا بیشن آنه بچه ها بینه بازم ماره نمیشه یک وقتی شده که خود شما در حالت نامتعادل دیده باشه ما را فرار کرده باشه خود من گاهی وقتا میام چی به دست من یه چوخی هم نگم از این درخت ها شوش گوا کنم او میره و پس برا میدونم خود میره و نمیستگم پیشی ها او که دست خیلی باشیم بله و دست ما شد چوی و دست ما شد میدن در جا میزنه نمیزنه که بره آیا از حیوانات درنده مثل گرگ و یا بالاتر از گرگ گرگ معمولا در این محیط های هرات ما هست آیا در قریجات شما هسته؟ نه خیلی ما خوب اکنون ندیدی شب که به آبداری میایین برای گرفتن آب برای که زمین آبیاری کنین خطر احساس نمی کنیم از داد خوره خو ما بودن شما ما شو بیره بس اشون چرا خون دست ما میین رد او دارین که پامنه مخونه خو ترسی می ایت وانگر شغل اونجا دلو میکنه ما اونجا خو دری میکنه یک وقت بین درخت ها نگاه کنیم یک دم ببینیم که یک سیاهی استاده وحشت نمی نه به خوب عمر اگه وحشت کنم گره خونه خو نایم دیگه بیننده گرامی بعضی از دوستان اگر دل شوره و دل لابسته کنی آمیانه بکنم اونا نمیتونه همچه کارهای انجام بدن ولی خب روستایان عزیز و دهقانان گرامی باید این کارها رو انجام بدن و انجام هم میدن میبینین که میگن که از هیچ چیز حراس نداره به خاطر که کار نای زندگی نای روزی همیشه نوبته ویله کنه براد او نگرده بچی خود که ما میترسم و اصلا دیگان این یکو بترسه شو بسارا و نشه ما خوب شو شو یکی نیم یک بجی شو ما بسارا و درشم اینجا و دری کدوم پا دانه خواست کنم دوکم بسارا با تو نوبت دیگه با نوبت برم نوبت برسه خود شما چند جریب زمین داریم؟ خود ما چهار جریب خود شخصی داریم دیگه به حساب یک ده جریب هم که شمینی به دستمونه اونو ما هسته خودم زمین خود ما چهار جریب زمین خود شما تنها کشت و کار میکنم؟ دو تا به چهار خود و دلم اونو دارم آقا هم خود منه که زحمت زیاد میکشیم محصولات خود به دست میارن دیگه استراحت میکنیم ما شما باشه اون به دست میاد که نباشه نمیشه حالا این سو حساب پرسا این سو خیلی گنده تر بازارو خرسا چه بازار با میوردن بار بار گریم دیگه سو ارزونه هم خود خور نمیشه موفق باشین دیگه وقت شما رو میگیرم من که آبی که از چا میکشین هدر نره بری بر باز هیچ جو نمیره جان ان شاء الله بالا میز این میاد دیگه ما دارم مخک سوال انگیز ای که چری کنار درخت ها کمتر رویده ای سوای کمین دازونه ازی و ازی وسط درخت میکول کنار زمین نمیکنه وسط این درخت نظر هر چیزی میکنه اور زمین رو دیگه است که درخت نظر وسط هم با تو بغلو بغلو شو دار میشه هر چیزی بکری این زمینا که درخت یا که ریشم داره یا که درخت سوای میندازه اصلا حاصل نمیده یک بیننده گرامی به خاطر که دوست عزیز ما گفتن که سایه درخت ها و ریشه های درخت ها باعث از این شده که کناره های زمین حاصل آنچنانی نده
بیننده عزیز، در خانه جرباب صاحب هستیم، قریه گلبافا، و میبینیم که شبکه تلویزیون اصلاح هست و تکرار برنامه بوی خوشورسا. جرباب صاحب، نظر شما درباره برنامه های تلویزیون اصلاح چی؟ اصلا مردم افغانستان 99% مسلمان، زیادتر از اینا فقط هدف از اینا، مرام از اینا اسلامیت. کوشش میکنم که تلویزیون هایی که اونا راجع به اسلام، دعوت به اسلام باشه، فقط کوشش هدف از اینا همینه که همین تلویزیون نگاه کنم، خصوصا تلویزیون اصلاح که به این منطقه، به همه مناطق میتو خوب صحیح دیده میشه. کلا همگی دوست دارم که تلویزیون اصلاح ببینم، از برنامه ها از این آگاه باشم، خاطر برنامه های اسلامی، به خاطر برنامه اسلامی داره، فقط تمام مردم رضایت از این داره که برنامه اسلامیه. تشکر میشه که کتاب پرسان کنم، نظر شما درباره برنامه بوی خوش روستا چی است؟ ای بخاطر واقعیت رو بگین. واقعیت به خاطر که به روستا ها میایم، اینا از کار و چیهای دیغنی اینا دیدن میکنم، دیغان ها خیلی به زی علاقه مندی دارم و این تلویزیون بسیار میبینم، و به خاطر برنامه زراعتی هست. قبرستان گذر کردم سبای، شنیدم ناله و فریاد و های، شنیدم که لعیبم خاک و میگفت، شنیدم که لعیبم خاک و میگفت، که ای دنیا نمیارزه بکای. بابا گوگل شلی ما گردیایی، حالا تمامی بلبلان آزاد و گشتن، وطنم نام تور بالا ببینم، وطنم نام تور بالا ببینم، تو رازی با تر از شانم نهالی، تو را سرسبز و زیبا ببینم، تو را سرسبز و زیبا.